رسیدیم به بخش مصاحبه برنامه چند شنبه، اما قبل از اینکه بریم سراغ مصاحبه من یک نکاتی رو در واقع باید خدمتتون عرض بکنم. یکی اینکه من چند وقت پیش یک سفر کوتاهی داشتم به خارج، اونجایی که در واقع کسی زبون آدمیزاد صحبت نمی‌کنه و ما با مشکلات زیادی اونجا روبرو بودیم، اما تونستیم با هنرمندای خوب کشورمون که به زبون خودمون یعنی زبون آدمیزاد صحبت می‌کنن مصاحبه بکنیم. مصاحبه‌ام خیلی باحال شدن و مصاحبه های متفاوتی هستن که به مرور در برنامه چند شنبه تقدیم حضورتون خواهد شد. باریکلا دوستان. خب خدمت رو عرض بکنم که حالا قبل از اینکه من برم به اون سفر خارجه، قبل از اینکه برم، ما کلن چون در طول هفته هر برنامه که تولید میشه ما کلی میگریم دنبال ویدیو و مطالب و سوژه های مختلف تو اینترنت و فیسبوک و جاهای مختلف، یوتیوب و اینا، که یه ویدیوی باحال پیدا بکنیم بتونیم از توش مطالب مختلفی رو در بیاریم اینجا تقدیم حضور شما بکنیم. من یک هفته قبل از اینکه این سفر رو برم یه ویدیویی رو پیدا کردم که مربوط به یک برنامه‌ای بود، نمیدونم 13 به در بود، عید بود، چی بود، یک کنسرتی رو توی یک فضای بازی برگزار می‌کردن. دو تا خواننده هم که خیلی خوب برنامه رو اجرا می‌کردن داشتن آهنگای خواننده‌های دیگر رو می‌خوندن، آهنگای پرطرفدار رو. خوب که دقت کردم دیدم هر دو تاشون رو می‌شناسم. ببینیم ویدیوها رو. شب تنها باشم توی خواب و رویا باشم، میخوام امشب بیرونم من بسی که همه دنیا باشم، ببین چه قلب آتشم از عشق تو چه میکنم. یکیشون رعنا منصور هست، خواننده خوب کشورمون، خواننده خوش صدا. و دومیش هم یکی از دوستای قدیمی خود من، آرش آوین، خواننده قدیمی کشورمون که سالها پیش از ایران رفت و از اون موقع دیگه من هیچ خبری ازش نداشتم، اما در سفر به خارج به طور اتفاقی این دوست قدیمی رو دیدم و باهاش یک مصاحبه انجام دادم که امشب تقدیم می‌کنم. برای من نوشته گذشته ها گذشته، تمام قصه ها حبس بود، برای اون نوشتم، برای تو حبس بود، ولی برای من نفس بود. خوبی؟ من یه توضیح قبلش بدم. آرش حالا با اینکه دانشگاه هنر میرفته و هنرهای در واقع تصویری رو میخونده، استعدادش در زمینه موزیک بیشتر از تمامی استعدادهای دیگه یکی در زمینه‌های مختلف هنری داشته. آرش خواننده بسیار توانمندیه و توی ایران دو تا آلبوم داشت با مجوز، آلبوم دو سایه بود با پناهی کار کرده بودی؟ درسته، حمید پناهی، خدا رحمتش کنه، عرفات کرد و کار دوم سفر، سفر بود که اونم با بهنام عبتهی کار کرده بود و اونم بسیار آلبوم پرفروشی بود اون زمان، آلبوم سفر کار خوبی بود و بعدم که از ایران رفت و حالا اینجا داره نمیدونم برای چی کار میکنه، اتفاقی هم پیداش کردی. خب دیگه چه خبر آرشون؟ چرا عوض شدی؟ عوض شدم نه؟ آره خیلی خیلی عوض شدی. پیر شدم نه؟ نه اتفاقا برعکس من که پیر شدم تو جوان‌تر شدی. نمیدونم چه بلایی سر خودت آوردی ولی زندگی دیگه. یعنی یه دونه تار موی سفید، نه تو ریشش هست نه تو موهاش. هنوز رنگش می‌کنی؟ نه رنگ نمی‌کنی، واقعا خوش می‌گذره بهت، چون من تمام ریشم سفید شده. موهام هم سفیده ولی کمتر از ریشم. من آقایون هنوز... مسکی ریششون سریع‌تر سفید. سریع‌تر میشه ولی هنوز شروع نکرده. حالا خب خوبه، منتظر تخته بوسه. نمیدونم این تخته است یا نه ولی خب می‌زنیم به تخته بوسه. چه خبر، چیکار می‌کنی؟ مشغولیم با بچه‌ها کار می‌کنیم. یه جورایی هر هفته برنامه اجرا می‌کنیم. اینجا شنیدم توی بند گروه موزیک آره. خیلی حرفه‌ای هستی به نام روژ. به اسم روژ، درسته. آره. خب خوبه. یه حدود 4-5 سال با هم کار می‌کنیم.
قبل از اونم با بندهای مختلف کار میکردم از وقتی اومدم اینجا و حالا دیگه از وقتی با بچه ها شروع کردیم با روژ دیگه همچنان مشغولیم سفت و سخت. خدا رو شکر خیلی خوب بوده تا الان. سخت نیست برات که قبلا توی ایران به عنوان یه خواننده خودت تکی کار میکردی اما الان به عنوان عضوی از یه گروه فعالیت میکنی؟ سخت نه، راستش سخت نیست، برای اینکه یه جورایی وقتی صحنه رو داری با یه سری آدم های با استعداد تقسیم میکنیم با هم دیگه یه لذت خاصی توشه، میدونید هر کسی کار خودش انجام میده، هر کسی یعنی واقعا تک تک هر کدومشون انقدر با استعدادن، یعنی هر کدوم هر کاری که انجام دارن میدن و واقعا لذت داره، یعنی لذت خاصی داره که من کارم انجام میدم میام کنار اون یکی داره کارش انجام میده، میدونید. انجام بدی؟ چرا راستش نه، این نیست که تصمیم گرفته باشم که بذارمش کنار ولی مشغله نشد، یعنی دیگه در خب یه جورایی عشق اول موسیقی بود و خوندن دیگه مشغول این کار شدم دیگه یه جورایی تو در طول کامل... این سالها الان خب میگم 4-5 سالی که داری با این بند کار میکنی ولی خیلی طول کشید تا بتونی چه میدونم حالا نه آلبوم چند تا کار جدید بیرون بدی، چرا؟ درست. ببین راستش بگم آسون نبود خیلی و اول که وقتی از زمانی که اومدم اینجا حالا تا بیام راه رو پیدا بکنم تا ببینم با کی میشه کار کرد چی کار باید کرد چی کار نباید کرد یه جورایی دست تنها خیلی کار آسونی نبود انصافا، ولی خب افتخار اینو داشتم که با خیلی از موزیسیانای خیلی خوبمون از نزدیک باشون آشنا بشم باشون کار بکنم توی مدتی که بودم که کسایی که واقعا همیشه دوست داشتم ببینمشون، یعنی همیشه دوست داشتم از نزدیک باشون کار بکنم، خدا رو شکر این افتخار رو داشتم که بتونم با اینا کار بکنم، ولی دیگه با هر کدوم به صورت مقطعی بود یا مقطع. حالا یه نکته رو من راجع به آرش بگم، آرش میگم تنها خواننده ای است، همه در حال دست و پا شکوندن و زحمت کشیدن و تلاش کردن واسه اینکه بتونن مجوز بگیرن بعد کار بیرون بدن و موفق نمیشن و خیلی از خواننده های زیرزمینی ما میان بیرون و سعی میکنن کارشون رو ادامه بدن. آرش مجوز رو تو ایران داشت، آلبومم داده بود بیرون، بعد اومد بیرون کلا تعطیل کرد کارهای مثلا خوندن و مثلا میگم برعکس مثلا چرخون قضیه رو. تعطیلش که نکردم، مشغولم، یعنی دارم کم و بیش دارم ضبط میکنم، یه سری کار ضبط کردم، یک کارم حدود 2 سال پیش یه سال این پیش هم که دیدی که شعرش از خانم ژاکلین بود، ملودیش از هوویک بود، اسمش چی بود؟ به جون تو، اسمش به جون تو بود که تنظیم اندی جی بود، دوست داشتم خودم شخصا خیلی اون کار رو دوست داشتم. پیغم فرش دادم فرات نشه نگفتم رفقات ای کاش که زودتر برسه پیغم مهربون برات شاید اگه خدا بخواد که من داشتم با اون کار. خلاصه طول کشیدونم دادیمش بیرون ولی همچنان مشغولم، این نیست که گذاشته باشم کنار، دارم ضبط میکنم، یه سری کار ضبط کردم ولی اینکه بخوام آلبومش بکنم نمیدونم، ولی شاید فکر کنم تک تک بدمش بیرون. چرا آلبوم نمیخوای بدی بیرون؟ البته آلبوم الان دیگه کسی نمیخره و آخرش هم همه تک تک دانلودش میکنن، ولی خب الان میخوام برای یکی از دلایلش همونه، ولی خیلی خودم راست شخصا اعتقادی به آلبوم ندارم، ترجیح میدم
کار تک تک روش تمرکز بشه، انرژی کامل روش گذاشته بشه و با عشق کار بشه. تا اینکه من بیام فکر کنم که خیلی خوب من باید یه آلبوم ضبط بکنم، حالا دو تا 6-8 بذارم، دو تا چارت می‌دونین، اینو بذارم اونو بذارم، اونو خیلی بهش اعتقادی ندارم. ترجیح میدم تک تک کار بکنم، تمرکز کافی روش بذارم، عشق روش بذارم. خوبه، خیلی خوبه دیگه. حالا امیدوارم که موفق باشید و تو هر مرحله زندگی، چه اگر داری میری آلبوم بدی بیرون، چه میخوای تک تک بدی بیرون، چه کارهای نقاشی تو میخوای دوباره شروع بکنی، هر کاری که میکنی امیدوارم که موفق باشی. چون من خودم شخصا عاشق صداتم و صداتو خیلی دوست دارم. یه تیکه کوچولو برامون میخونی؟ چشم. گل گلدونو بخون. گل گلدونو بخون. وقتی که آرش داشت از ایران میرفت، شبی که داشت پرواز میکرد، من رفتم دیدنش و اون شب گل گلدون رو خوند که خیلی قشنگ بود. حالا دوست دارم باورت میشه از همون شب تا الان نخوندم دیگه. خیلی من اوکی. گل گلدون من شکست در باد، تو بیا تا دلم نکرد فریاد، گل شب و دیگه شب و نمیده، کی گل شب رو از شاخ چیده، گوشه آسمون پر رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب، اگه باد از سر زلف تو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل باب. من گرم کلی حال کردم دیدم در حال کنگاه 20 سالی بود که هم دیگر ندیده بودیم و دیدنش برای من کلی انرژی داشت، کلی عشق داشت و کلی خوشحالم کردم. برای من همینطور. پسندیده باشین مصاحبه رو و صحبت هایی که ما با هم کردیم و امیدوارم هم که تو باقی مراحل زندگی هم نرفت. خوشحالم. 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 خوشحالم